کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند مخاطب گرامی لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و به اشتراک گذاشتن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید صفحه 81 فصل 4 شواهدی از گذشته شما باورهای بنیادی شما از ابتدا به واسطه تجارب دوران طفولیتتان شکل می گیرند. برخی از آنها را هوشیارانه به یاد می آورید. برخی از آنها را به یاد نمی آورید. همانطور که می دانید باورهای بنیادی چهارچوبی برای حافظه تان خلق می کنند. شما گرایش دارید توادسی را به یاد آورید که باورهای بنیادیتان را حمایت می کند و تجربه هایی را که با باورهای عمیقتان جور در نمی آیند یا متضاد آنها هستند فراموش کنید. بنابراین خاطرها گرایش دارند حول مفاهیم کلیدی درباره خودتان، شایستگی، دوست داشتنی بودن، امنیت شما و غیره جمع شوند. و ارتباطی دو طرفه بین حوادث گذشته و باورهای بنیادیتان شکل می دهد. حوادث بحرانی به خلق باورهای بنیادی کمک می کنند اما همین باورها بعدا به طور دقیق بر اینکه چگونه و چه چیزی از گذشته به یاد می آورید، تأثیر می گذارند. کار خیلی مهمی که همین حالا می توانید انجام دهید این است که نگاه دقیقی به گذشته تان آیا تجربه هایی را به یاد می آورید که به راستی باورهای بنیادیتان را حمایت و تایید کند؟ شما به این نتیجه رسیدید که باورهای عمیقتان درباره خودتان و دنیا درست هستند. اما حالا فرصت دارید پیشینه زندگیتان را به دقت مورد بررسی و تعمق قرار دهید و حوادث و رخدادهایی را جستجو کنید که علاوه بر حمایت از باورهایتان آنها را به چالش بکشید. و حتی جلوتر بروید و فراسوی سطح این حوادث را ببینید تا شرایط و موقعیت های تعدیل کننده ای را که رفتار و تجربه را در گذشته تایید کردهاند درک کنید. این فرایند خیشتن نگری که در ابتدا جفریانگ آن را مطرح کرد سنجش پیشینه نامیده شده است. این روش سازمان یافته و منظم کشف دوران کودکی است که یک تا حد امکان خاطره هایی را که از باوری معین حمایت می کنند یا متضاد آن هستند آشکار کنید دو علت اصلی مخالف تصورات یا فرضیات برای هر رخدادی را که از باور بنیادی شما حمایت می کند مشخص کنید سنجش پیشینه اولین گام در سنجش پیشینه این است که یکی از باورهای بنیادی خود را که در فصل دوم مشخص کرده اید انتخاب کنید. هدف ما سنجش باورهایی که مثبت هستند یا هیچ آسیب ظاهری نمیزنند نیست. باوری را انتخاب کنید که پیامدهای منفی مهمی را در آن یافته اید. در بالای یک برق کاغذ توصیف مختصری از باور بنیادی خود بنویسید. درست در زیر باور بنیادیتان بنویسید صفر تا سه ساله این اولین دوره زندگیتان است که شما درستی یا نادرستی باورتان را به طور دقیق بررسی می کنید. بعد در کاغذی دیگر دوره های سنی چهار تا هفت سال، هفت تا ده سال، یازده تا پانزده سال و شانزده تا بیست سال را و تا بیس سال را مورد سنجش قرار دهید. اما حالا باید به اولین خاطراتتان نگاهی بیندازید. برای تمام کردن فرایند سنجش پیشینه تان خطی در وسط کاغذ ترسیم کنید تا کاغذ به دو ستون تقسیم شود. در ستون چپ بنویسید شواهد درست و در ستون سمت راست بنویسید شواهد نادرست. حالا زمانی را به بررسی گذشته تان اختصاص دهید. سعی کنید هر آنچه می توانید درباره سه سال اول زندگیتان به یاد آورید که به نظر می رسد روی باور بنیادی شما تاثیر دارد و به آن ارتباط دارد. نه تنها خاطراتتان بلکه آنچه درباره خودتان لطیفه های خانوادگی و داستانهایی درباره نوزادی یا دوران خردسالیتان گفته شده است حتی برچسب ها و القاب جیمی بچه زرزرو کودن جولی شاهزاده خانم کسل کننده و غیره را به یاد آورید اگر امکان پذیر نیست سعی کنید این برچسب ها و القاب را با حوادث یا رفتارهای خاص آن ردیابی کنید فقط تمام سعی خود را بکنید این خاطرات متعلق به مدتها قبل بوده است و بسیاری از این دوره زندگیتان خیلی مبهم است وقتی خاطرات و حوادث مربوط به تان آشکار می شوند بکوشید تعیین کنید که آیا آنها شواهدی بر حمایت یا مخالفت باور بنیادی شما هستند یا نه اگر خاطره نامربوط به نظر می رسد آن را یادداشت نکنید اگر با باورتان مرتبط است اما نمی توانید تعیین کنید آیا شواهدی موافق یا مخالف است بهترین حدستان را بزنید و به طور موقت آن را در یکی از ستونها بنویسید اگر مثل بیشتر مردم باشید در ابتدا خاطرات بسیار زیادی را میابید که باور بنیادی شما را حمایت می کنند. این خوب است ادامه دهید و هر آنچه به نظر می رسد به نحوی از باور بنیادیتان حمایت می کند و اظهار می دارد که درست است بنویسید اما همچنین مهم است که هر خاطره رخداد برچسب و لقب را متعادل سازید برای نمونه ممکن است به شما گفته شده باشد که در نوزادی خیلی گریه می کردید اما همزمان با آرامش در آغوش کسی می نشستید یا به راحتی شاد و شنگول می شدید اگر به باور بنیادی پر از ارزش عرضش و ارزشمندی نگاه می کنید مهم است که هر دو اطلاعات موجود در سنجش پیشینه تان را در نظر بگیرید در همین مسیر پیش بروید و بانک خاطره تان را برای هر آنچه ممکن است با شواهد ستون نادرست برای باور بنیادیتان در طول دوره اول زندگی یعنی صفر تا سه سالگی هماهنگ باشد جستجو کنید. آرلین این جهتگیری ها را دنبال کرد و فهرست های زیر را نوشت. من خیلی دوست داشتنی نیستم. صفر تا سه سالگی. شواهد درست مادر بزرگ میگفت خیلی گریه میکردم. درد. وقتی من به خواستم نمیرسیدم بدخلق میشدم. مامان من رو پیش مادر بزرگ میبرد چون نمیتوانست کنترلم کند. شب ادراری داشتم. مادر بزرگ را ناراحت میکردم. خیلی مریض بودم و حساسیت داشتم. یوبوست داشتم. همیشه با چیزی در تخت میخوابیدم. گم شدم و یک پلیس مرا به خانه آورد مادر بزرگ عصبانی شد وقتی دختر کوچکی قصد داشت جبه چسب زخم را بردارد او را زدم او به بخیه نیاز داشت مادر بزرگ گله می کرد که خیلی تلویزیون تماشا می کنم. شواهد نادرست من و سالی دوستان خیلی خوبی بودیم مامان به دیدنم می آمد و برایم هدیه می آبرد. وقتی آرلین به فهرست نگاه کرد متوجه شد او خاطراتی را پیدا نکرده است که منوط به دوست داشتنی بودنش باشد. با مقداری تلاش او خاطرات زیر را به فهرست شواهد نادرستش اضافه کرد. من و مادر بزرگ با هم آواز می و او خوشحال به نظر می رسید. با مامان وقت میگذراندم و مادر بزرگ می گفت که او دلش برایم تنگ می شود. وقتی برگشتم گریه کرد. وقتی شبها نمیتونستم نفس بکشم مادر بزرگ مرا تکان میداد و بغلم میکرد یک بار مادر بزرگ به من گفت که مرا از بچه های خودش هم بیشتر دوست دارد وقتی من به خانه مادر بزرگ رفتم او دست در دستم مرا به اطراف خانه برد و هر چیزی را به من نشان داد و گفت حالا اینجا خانه توست یادآوری این موضوع مرا به گریه میاندازد شواهد را به چالش بکشید. وقتی خاطراتی را شناسایی کردید که به نظر می رسد از باور بنیادی شما حمایت می کند، در شواهد ستون درست، وقتش است که به دقت اطلاعاتی را که جمعآوری کرده اید ارزیابی کنید. برای هر خاطره که باور بنیادیتان را حمایت می کند، پنج سؤال زیر را مطرح کنید. یک آیا آن رفتار برای این سطح سنی طبیعی بود؟ اگر مطمئن نیستید از دیگران بپرسید. شما ممکن است حتی خواندن کتابی را درباره رشد کودکان در نظر بگیرید. اگر به نظر می رسد که رفتارتان خیلی طبیعی و متناسب با سنتان بوده است، در فهرست خود در کنار آن مورد بنویسید طبیعی. دو آیا حق انتخابی داشتم یا رفتارم تعیین شده بود؟ آیا شرایط به گونه‌ای بود که مجبور بودید چنین رفتاری را انجام دهید؟ بیاد بیاورید شما بچه بودید و آنچه در دنیای شما رخ داد به گونه وسیع توسط بزرگ سالانی که از شما مراقبت می کردند تعیین شده بود. اگر احساس می کنید که درباره رفتارتان حق انتخاب کمی داشتید در کنار این مورد بنویسید بدون راه چاره. 3. آیا رفتارم انتباقی بود؟ آیا به من کمک می کرد با شرایط سخت سازگار شوم؟ آیا به دلیل رفتار انتباقیم دوام آوردم؟ اگر احساس می کنید رفتارتان از نوع سازگار شدن با شرایطی سخت یا دردآور بوده است در کنار این مورد بنویسید روش برخورد چهار آیا توضیح دیگری برای این رخداد علاوه بر باور بنیادیم وجود دارد؟ آنچه برای شما رخ داد اگر برای کسی دیگر رخ میداد آن را چگونه تعبیر می کردید؟ در این باره فکر کنید. اطلاعات یا نظریات دیگری را در این مورد مد نظر قرار دهید. اگر می توانید توضیح دیگری را مطرح کنید، آن را در کنار این مورد یا زیر فهرست بنویسید. 5. چطور ممکن است این رفتار یا رخداد را مثبت در نظر گرفت؟ آیا جنبه های از این خاطره وجود دارد که نقاط قوت شما را برای نمونه تواناییتان برای دوام آوردن یا پیامدهای مثبت احتمالی معینی را مورد تاکید قرار دهد اگر می توانید جنبه مثبتی برای این خاطره پیدا کنید آن را در ستونی دیگر بنویسید یا حداقل مؤلفه مثبتی به شواهد فهرست نادرست اضافه کنید آرلین از این پنج سال استفاده کرد تا خاطراتش را که از باور بنیادی دوست داشتنی نبودن او حمایت میکرد ارزیابی کند. او متوجه شد که زیادی گریه کردن و دلدرد برای شش ماه اول زندگی طبیعی است. بد نیز طبیعی بود. به علاوه بد قدرت و اراده ای را مورد تأکید قرار میدهد که با موانع موجود مقابله می کند. شب ادراری نیز طبیعی بود و پاسخی طبیعی به آسیب. هرچه بیشتر آرلین دربارش فکر میکرد، برای او روشنتر میشد که در ظاهر شب درست بعد از رفتن به خانه مادر بزرگ و ترک خانه مادرش شروع شده است. آرلین در مورد حساسیت داشتن و گم شدنش هیچ حق انتخابی نداشت. او به یاد آورد که انداختن جعبه چسم زخم هیچ ارتباطی با بچه بد و دوست نداشتنی ندارد در حالی که او درباره آن دوران فکر می کرد متوجه شد توضیح واقعی این است که او به دلیل چشمانداز از دست دادن مادرش عصبانی و حراسان بود و هیچ راه دیگری نداشت که احساساتش را بیان کند. تماشای تلویزیون به وضوح انتباقی بود چون به او کمک می کرد خودش را در طول اولین روزهای ترسناک در خانه مادر بزرگ بی خیال نشان دهد. توجه دارید که وقتی آرلین فهرستش را ارزیابی می کرد بیشتر خاطرات او به اعمال طبیعی، انتباقی یا ضروری تبدیل شدند. آرلین متوجه برخی از تجربه های دوران کودکیش در مسیری متفاوت شد. او نامقبول نبود. او دختر کوچکی بود که با فقدان و تغییراتی حراساور روبرو شده بود. او بهترین کاری را که میتوانست انجام داده بود. خلاصه سطح سنی در انتهای هر دوره شما باید به طور خلاصه چند خطی درباره شواهد با توجه به باور بنیادی خود بنویسید. آرلین خلاصه زیر را برای سنین صفر تا سه نوشت. به نظر می رسید که مادر بزرگم مرا دوست دارد. مادرم پیوسته به دیدنم می آمد. من دوست خوبی داشتم. من بابت از دست دادن مادرم به راستی ترسیده بودم. خلق و خویم، شب و تماشای تلویزیون هم واکنشی به این ترس بود. من شرایط را به بهترین نحوی که دختری کوچک از احتش برمی کنترل کردم. ادامه سنجش پیشینه حالا شما باید ادامه دهید. درست همین فرایندی را که در سطح سنی صفر تا سه توصیف شد، در چهار سطح سنی دیگر به کار ببرید درست مثل مورد قبل صفحه کاغذ را به دو نیم تقسیم کنید و خاطراتی را که از باور بنیادیتان حمایت می کند در زیر ستون شواهد درست بنویسید خاطراتی را که ممکن است با باور بنیادیتان مخالف باشد زیر ستون شواهد نادرست بنویسید در مورد هر سطح سنی با جستجوی فعالانه خاطراتی که ممکن است به نحوی با باور بنیادیتان مخالف باشد به سوی تعادل پیش بروید. هر مورد ستون شواهد درست را با همان پنج سوال ارزیابی کنید. سپس با نوشتن خلاصه از شواهد برای این دوره خاص کار را به پایان برسانید. اینجا بقیه سنجش پیشینه آرلین است. چهار تا شش سالگی شواهد درست مادر مرا برای تابستان نگه داشت و سپس مرا به خانه مادر بزرگ برگرداند. او درد زیادی داشت و نمی توانست به خوبی از من مراقبت کند. شب ادراری طبیعی بود. همیشه کاپشن هایم را گم می کردم. طبیعی بود. مادر بزرگ با بت خیال پردازی کردنم و گوش نکردن به آنچه او می گفت بر سرم جیغ می کشید. روش برخورد من با داشتن زندگی خیال پردازانه فعال پیوسته این دو کار را انجام می دادم. همیشه وسایل کودکستان را بر زمین می انداختم و معلم از دستم عصبانی می شد. روش برخورد همه این خشم را در خودم داشتم و بدین طریق با آن روبرو شدم. مادر سالی اجازه نمیداد به خانهشان بروم چون من ضبط صوت او را شکستم و خیلی خشن بازی می کردم. با استفاده از خشمم واکنش نشان می دادم. مادر مرا به رستوران برد و وقتی نتوانستم روی صندلی بنشینم عصبانی شد. بدون حق انتخاب. دزدیدن پول از مادر بزرگ و او مچم را گرفت. طبیعی بود. شواهد نادرست. من و سالی با هم دوست ماندیم. اگرچه من نمی توانستم به آنجا بروم. مادر مرا برای تابستان به فلوریدا برد. سال بعد همراه با ناپدریم برای اردو به پارک یلوستون رفتیم. او بیشتر اوقات به دیدنم می آمد. دو دوست دیگر به نامهای آیدین و کیسی در کودکستان پیدا کردم. جشن تولد شش سالگیم، مادر بزرگ همه ما را به باغ وحش برد و خانه عروسکی را که در کودکی داشت به ما داد. من در پخت و پز به مادر بزرگ کمک کردم، او خیلی این را دوست داشت نمرات خوب در کلاس اول مامان و مادر بزرگ خیلی خوشحال بودند خیلی مستقل می توانستم از خودم مراقبت کنم مادر بزرگ این ویژگیم را دوست داشت خلاصه برای چهار تا شش سالگی من دوستیم را با سالی حفظ کردم و دوستان بیشتری پیدا کردم نمرات خوبی گرفتم من مستقل بودم. من بچه عصبانی بودم و گاهی چیزهایی را می شکستم. اغلب مشکلاتی که دچارش می شدم تا حدودی طبیعی بودند. من به مادر بزرگم کمک میکردم و بیشتر با مادرم به سر می بردم. هفت تا ده سالگی شواهد درست در اثر بازی با کبریت رومیزی توری سوخت مادر بزرگ خیلی عصبانی شد. شیطنتی طبیعی بود. مادر بزرگ رفت تا با داییم زندگی کند وقتی پیش او برگشتم او گفت که بزرگ کردن من دشوار است او هیچ چیز درباره فرزندپروری پروری نمی دانست. مشکل اصلی همین بود دعوا با مادر دعوا بابت کارهایی که می بایست انجام می دادم. روش برخورد او توجه مورد نیاز مرا به خودش اختصاص میداد من می ترسیدم آنها مرا فراموش کنند از نامزد بعدی مادرم متنفر بودم. وقتی ماشین را نگه نمی داشت تا من به دستشویی بروم بر سرش جیغ می کشیدم. چاره ای نداشتم. سه دختر در کلاس سوم در تمام طول سال به من گیر داده بودند و وقتی از کنار آنها رد می شدم مسخره هم می کردند. چاره ای نداشتم. سالی از شهر نقل مکان کرد و دیگر مرا نمی دید. چاره ای نداشتم. برای ریختن جوهر روی صندلی یکی از بچه ها از مدرسه اخراج شدم. مدیر به مادر بزرگم گفت که من بچه مشکلداری هستم. روش برخورد. به نظرم عصبانی بودم چون باور داشتم مادرم دوستم ندارد. شواهد نادرست. مادر می گفت من زیبا هستم و او عاشق موهایم است. عادت داشت موهایم را ببافد. وقتی مادر بزرگ مریض شد کمکش کردم نه تا ده سالگی مادر بزرگ می گفت تا زمان مرگ عاشق من است من به دوستیم با آیرین و کیسی ادامه دادم و سپس با دوقلوها آدریانا و مارتا هم دوست شدم ترهای علمی در کلاس بهترین بود و معلمم هیجان زده به نظر می رسید بیلی کیتلر برای مدتی علاقه شدیدی به من داشت مادرم به من یاد داد چطور شنا کنم. ما با هم بازی می کردیم و خیلی خوش بودیم. این خاطره مرا به گریه می اندازد. خلاصه برای هفت تا ده سالگی من سالی را از دست دادم و از او جدا شدم. اما با آدریانا و مارتا سمیمی تر شدم. گاهی به مادرم خیلی احساس نزدیکی می کردم. اگرچه خیلی دعوا می کردیم. من همیشه سعی می کردم توجه او را از دامزد احمقش دور کنم. من اغلب عصبانی بودم. بدین طریق با مادری که آنجا نبود مقابله می کردم. یازده تا پانزده سالگی شواهد درست من و مامان درباره دیر کردنم یا هرگز به خانه نیامدنم دعوا می کردیم. من همیشه با دوستانم بودم. تونی مرا مسخره می کرد چون خیلی حسود بود. چاره ای نداشتم. پسرها علاقه واقعی به من نداشتند، فقط در فکر یک چیز بودند. کسی نمیدانست ارتباط یعنی چه، فقط من اینطوری نبودم، ما سیزده سال بیشتر نداشتیم. کیسی به کلی دوستانش و مرا رها کرده بود تا با پسرها باشد. او مجبور بود چنین کاری کند، بعدها من هم همین کار را کردم. هیچ توجهی به مدرسه نداشتم. مامان خیلی آشفته بود. روش برخورد همه انرژیم را صرف دوستانم می کردم تا احساس تنهایی و توهی بودن نکنم. مامان با راجر ازدواج کرد و راجر ناگهان نقش والد را به خود گرفت. ما با هم کنار نمی آمدیم. او می گفت که من از کنترل خارج شدم و کمکی نمی توان به من کرد. ایستادگی در برابر بدرفتاری راجر مثبت بود من به او اجازه نمی مرا کنترل کند. شواهد نادرست هنوز به آیرین نزدیکم و تا حدودی هم با آدریانا و مارتا. برای مدتی تونی به راستی عاشق من بود. من در مجموعه استونر بچه هایی که خیلی مارجوانا مصرف می کردن حسابی معروف بودم. آقای کالینز خیلی یادداشتهایم را دوست داشت. مامان هنوز خیلی درباره مشکلاتش با من صحبت می کند که احساس خوبی در من به وجود می آورد. من همیشه کاری پیدا می کردم تا برای دیگران انجام دهم. هدایایی کوچکی به آنها می دادم و آنها مرا دوست داشتند. نوشتن داستان کوتاهی درباره صحنه استونر که مردم دوست داشتند به خصوص مامان. چند ماه در خانه آیرین زندگی کردم. خانوادهش مرا دوست داشتند. خلاصه ای برای یازده تا پانزده سالگی من با مادر بزرگ آیرین، آدریانا و مارتا صمیمی ماندم و به مادر آیرین نزدیک شدم تونی به شدت حسود بود اما عاشق من بود من و مادر به دعوا کردنمان ادامه دادیم و بیشتر آن درباره مدرسه بود اما مقدار زیادی هم به این دلیل بود که من در حفظ دوستان خوب از جمله کیسی خیلی موفق بودم مردم مرا دوست داشتند اگرچه راجر از من متنفر بود خوشحالم که با او دعوا می کردم او احمق بود من نمی خواستم او را دوست داشته باشم شانزده تا بیست سالگی شواهد درست مامان به پورترن رفت و من اینجا ماندم مثل این بود که تا جایی که میشد ادامه داده بودیم و برای هر دوی ما کافی بود او تمام تلاشش را کرده بود من هم تمام تلاشم را کرده بودم اما دعوا کلافه کننده بود همه چیز در مدرسه بلبشو بود چاره ای نداشتم کابوس کامل با مادرم درباره لارنس تعصبی باور نکردنی چاره ای نداشتم آیرین را ترک کردم چون رفتار مناسبی نداشت روش برخورد به دنبال ارتباطی رفتم که به راستی احساس خوبی به آدم میداد شواهد نادرست من و لارنس عاشق هم شدیم خیلی با مادر آیرین احساس صمیمیت می کردم در کمیسیون مشترک عملکرد خوبی داشتم از اعضای فیزیولوژی و پرستاری شدم لارنس می خواست با هم زندگی کنیم می دانستم می توانم در مدرسه پرستاری موفق باشم کاری بزرگ که از بر می آمدم نامه از مادرم سفر به یوسمیتی با آدریانا و مارتا خلاصه برای شانزده تا بیست سالگی ارتباط با مادرم دردناک باقی ماند اوج ناراحتی در ارتباط با لارنس بود اما نامه نامنتظر از او داشتم که خواهان بخشش بود ارتباطم با دوستانم کمتر شده بود اگرچه هنوز ارتباط خوبی با مادر آیرین داشتم. وقتی 20 ساله بودم به راستی درباره لارنس و شغل پرستاری احساس خوبی داشتم. کل خلاصه ها تا کنون شما از هر دوره کودکیتان خلاصه های مشخصی تهیه کرده اید. شما سعی کرده شواهدی بر تایید یا رد باور بنیادیتان به شکل یک پارچه شکل دهید. توجه کنید که چطور خاطرات آرلین هم خاطره های مثبت را متعادل می کند و هم خاطره های منفی را. او در کودکی شرلی تمپل نبود اما بچه پرتاقت بود که احساساتش را بروز می داد و دوستان خوبی هم داشت. مورد محبت مادر بزرگش بود و بدون کمک زیادی بزرگ شد. آخرین مرحله در سنجش پیشینه نیاز دارد که شما همه مطالب را در کنار هم بگذارید و آنچه را به عنوان حقایق روشن و اولیه درباره خودتان آموخته اید با هم ترکیب کنید. اگر تمرینات را به دقت انجام داده باشید، متوجه خواهید شد این خلاصه آخر باور بنیادی شما را نه تایید می کند نه رد. مانند آرلین شما جایی در بین آن قرار می گیرید. این دنیای سفید یا سیاه نیست. تشخیص این موضوع بی نهایت مهم است. باور بنیادی شما در برخی میارها درست است. اما احتمال دارد متوجه شوید میارهای زیادی وجود دارد که درست نیست. از این رو به جای چسبیدن به باور مطلق و انعطاف ناپذیر درباره خودتان حالا فرصت دارید توقعات و واقعیات متعادل موجود درباره خودتان را ببینید مسائل ممکن است کمتر ساده و روشن باشند اما دیدگاه جدید شما از خودتان ممکن است درستتر باشد آنچه آرلین در خلاصه نهایش گفت در اینجا آمده است این باور کلی که دوست داشتنی نیستم بر اساس این احساس بود که مامان مرا دوست نداشت. مادر بزرگ، آیرین و کیسی دوستم داشتند. آدریانا و مارتا هم دوستم داشتند. حتی شاید سالی. تونی و مادر آیرین بعدش لارنس هم بود. این مشخص است که من دوست داشتنی بودم و مامان در واقع از دستم مستاصل شده بود. او خیلی گرفتار مراقبت از خودش بود بعد از اینکه مادر بزرگ مریض شد او مجبور شد به نقش والد بودنش برگردد و در این نقش حسابی بد عمل کرد من گمان می کنم او دوست داشت با من حرف بزند و سماجت کند اما او خواهان هیچ مشکلی نبود و من مشکلاتی داشتم من حساسیت داشتم میترسیدم. ترسیدم شب ادراری من در دنیای رویایی هم زندگی می کردم در مدرسه عملکرد بدی داشتم بچه مخرب و بعدها هم خیلی خشمگین بودم من همیشه احساس می کردم مشکلی وجود دارد که مامان مرا نمی خواهد یا دوستم ندارد بنابراین حدس می زنم، نتیجه گرفتم به هیچ وجه دوست داشتنی نیستم هرچند باوری بود که خیلی اقراغامیز بود بیایید مورد جفری 47 ساله را در نظر بگیریم که احساسی قوی از خجالتی بودن غیر قابل پذیرش بودن و عدم تعلق داشت. در اینجا سنجش پیشینه جفری مطرح می شود. من خجالتی و غیر قابل پذیرش هستم و احساس تعلق ندارم. صفر تا سه سالگی شواهد درست پدرم مرا تنبیه کرد. دلیلش را نمیدانم. چهار تا شش سالگی شواهد درست تابستان‌ها در مین بی هدف در اطراف راه می‌رفتم هیچ دوستی نداشتم با داستان‌های خاص وقت می‌گذراندم طبیعی بود کسی را نمیشناختم. خجالت می‌کشیدم بازی رفتن به طبقه دوم و سعی در به دست آوردن جرأت برای پریدن نه اینکه بخواهم خودم را بکشم بلکه کاری خطرناک و جسورانه انجام دهم و حدس میزنم اگر به خودم آسیب میزدم آنها توجه میکردند روش برخورد با تنهایی معلم کلاس اول مرا به تنهایی در یک نیمکت نشاند چون تمام مدت حرف میزدم روش برخورد با تنهایی شواهد نادرست وقتی سگم از قایق به درون آب افتاد نجاتش دادم ما از ابتدا نمیبایست او را با خودمان میبردیم خلاصه برای چهار تا شش سالگی من فقط کودکی تنها و گوشگیر بودم هفت تا ده سالگی شواهد درست شکار با پدرم تفنگ را درست به کار نمی بردم او عصبانی می شد طبیعی بود او عصبانی بود چون من در مدرسه دعوا نمی کردم و از خودم دفاع نمی کردم بچه بود که مدام از من پول می گرفت. آیا می خواهی زندگیت را ببازی؟ چاره ای نداشتم. اهل دعوا نبودم. بعد از اینکه دوچرخم را بیرون گذاشتم و آن را دزدیدند پدرم عصبانی شد. فراموش کردنم طبیعی بود. پدرم به من آموزش میداد چطور ابزارها را به کار ببرم و وقتی آنها را عوضی به کار می بردم یا با آنها بازی می کردم عصبانی میشد. طبیعی بود. تفنگ بازی با بعضی از بچه های همسایه من این را طبیعی می دانم. وقتی داشتم آتش بازی هایم را برای چند تا از بچه ها تعریف می کردم، پدرم مچم را گرفت. بیشتر اوقات در چنین شرایطی سیلی می خوردم. پدرم خلق و خوی تندی داشت. کوچکترین عاملی که باعث تحریک او میشد واکنش شدیدی به همراه داشت پدرم عصبانی بود چون در وان توف می کردم طبیعی شواهد نادرست بازی با استیو بازی با شریمپ با همه معلمان همراه می شدم و نور چشمی معلمان بودم مبصر سالن مدرسه بودم مسئولیت بالایی بود بازی مدرسه ای با مادر و خواهرم به خرید می رفتم. خیلی این کار را دوست داشتم و پدرم از اینکه آن را دوست داشتم متنفر بود در آواز خواندن خیلی خوب بودم در مهمانی ها برای خانواده آواز می خاندم. پدرم اعتقاد داشت خودنمایی است خلاصه برای هفت تا ده سالگی من عملکردی عالی در مدرسه داشتم دوستانی داشتم من با مادر و خواهرم ارتباط خوبی داشتم پدرم مرا بابت کارهایی که برای سنم طبیعی بود ترد می کرد من در وان توف می انداختم دوچرخم را جا می گذاشتم از تفنگ خوشم نمی آمد دعوا کردن را دوست نداشتم به نظرم هیچ اشتباهی در این رفتار وجود نداشت. یازده تا پانزده سالگی شواهد درست به تیم فوتبال پیوستم و فوری آسیب دیدم. هرگز دوباره بازی نکردم. چاره ای نداشتم. خیال پردازی مداوم درباره حبس کردن زنان، بدرفتاری با آنها و شکنجه دادن آنها خیلی شرماور است. اشخاص زیادی این خیال پردازی ها را دارند ولی طبیعی به نظر نمی رسد. پدرم را بعد از جدا شدنش از مادرم کمتر می دیدم. هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم. چیزهایی درباره نواختن آلت موسیقی به او می گفتم. او چیزی نمی گفت اما من می دانستم مورد تاییدش نیست. پدرم درباره کاری که مرد باید انجام دهد تعصب داشت و اینکه از نظر او پسرش به راستی مرد نبود تهدید کننده بود یک بار با او به شکار رفتم من نمیخواستم هیچ جانداری را بکشم و احساس شرمساری می کردم. در عمل همه تیرهایم را دور از هدف می زدم. او آشکارا ناراحت بود. بنابراین آخر سر پرنده ای را کشتم. برای اینکه خیلی خواهان تایید پدرم بودم که چنین کاری کردم از خودم متنفر بودم هیچ ایرادی نداشت که نمیخواستم حیوانی را بکشم و همچنین نیاز داشتم که او مرا دوست داشته باشد همزمان با دو دختر ارتباط صمیمانه داشتم شرمسار بودم چون به راستی دوستشان نداشتم احساس می کردم که دارم به هر کدام آنها خیانت می کنم. همچنین خانواده آنها را می و به نحوی در حضور آنها احساس شرمساری می کردم. برای ارتباط سمیمانه با کسی احساس ناامیدی داشتم. احساس می کردم مرد واقعی نیستم. قصد نداشتم چنین چیزی را شکل دهم. طبیعی بود. آنچه را پدرم از من توقع داشت کار میکردم. شواهد نادرست پیوستن به یک گروه در مدرسه که موسیقی می نواخدند. تابستان خوب در مین با مادر و خواهرم با خواهرم و نامزدش چاک همراه شدم از او خوشم می‌آمد. با هم گیتار زدیم و بعضی آهنگ را با کیفیت خوبی مینواختیم خاطره خوشی بود گیتار می زدم و آواز می خاندم. با گروهی در مدرسه همراه شدم که دوست داشتند راکن رول بنوازند. خواهر و مادرم برای شنیدن اجرای موسیقیم آمدند. حتی چاک هم آمد. بیشتر دوستانم دختر بودند. در واقع با پسرهای دیگر به جز در نباختن آلت موسیقی جور در نمی آمدم. با شارون و بارب صمیمی بودم اگر آنها را دوست داشتم در پی آزار آنها نبودم گاهی هم خیال پردازیم بابت حفظ آنها بود خلاصه برای یازده تا بیست سالگی مانند گذشته من در مدرسه عملکردی عالی داشتم دوستانی داشتم که تعداد دخترها در میان آنها بیشتر بود ساز می نواختم. ارتباط خوبی با مادر و خواهرم و چاک داشتم. شرمساریم بیشتر بابت عقیده پدرم بود که مرا مرد واقعی نمیدانست. شانزده تا بیست سالگی. شواهد درست. در این مورد با دختری صحبت کردم و او ناراحت شد. تا حدودی هیچ وقت پدرم را نمیدیدم. همیشه این احساس را داشتم که اگر به راستی مرا بشناسد از من متنفر می شود، یا شاید مرا می شناخت و به همین دلیل از من دوری میکرد. با توجه به میارهای او من فرزند خوبی برایش نبودم. این اشتباه من نبود که او نسبت به مرد بودن نظریات محدودی داشت. ارتباط با مارجری. در طول ارتباط صمیمانه خیلی خشن و پرخاشگرانه با او صحبت می کردم. در این باره احساس نادرستی داشتم. من سعی می کردم این بخش از خودم را آشکار کنم تا ببینم آیا کسی می تواند آن را بپذیرد؟ به دلیل رفتار نامناسب با یکی از دخترهای گروه موسیقی از گروه اخراج شدم. شواهد نادرست به مدرسه برگشتم تا بیاموزم که نقشه کش شوم برگشتن به مدرسه را دوست داشتم احساس تعلق زیادی می کردم به یک گروه تئاتر پیوستم یکی از نقش اصلی را در نمایش سفر روز طولانی داشتم دوست شدن با جری با هم گیتار می زدیم و اسم گروهمان را جف و جری گذاشتیم خلاصه 16 تا 20 سالگی دوباره احساس می کردم که در مدرسه، نمایش، موسیقی و غیره عملکرد خوبی دارم. این حس که مردی واقعی نبودم، مردی که پدرم می خواست باشم، جنبه پنهان زندگیم بود. خیال پردازی ها باعث شد احساس کنم در درونم چیزی بیمار یا معیوب وجود دارد. مثل اینکه به راستی کارها را خراب می کردم. به نظر می رسید احساس شرمساری و عدم پذیرش در اینجا متمرکز است. مثل اینکه دیگران آن را درک می کردند یا پدرم از آن آگاه بود. او به هیچ وجه این موضوع را دوست نداشت. مردان از زنان حمایت و مراقبت می کنند. این کاری است که آنها انجام می دهند. من سعی کردم این بخش از خودم را آشکار کنم و این عمل برایم مفید بود. این موضوعی است که در اغلب بخش های زندگیم وجود دارد. این بخشی از تصویری کلی است، بخشی از شخصیتم. پدرم آن را دوست نداشت، اما او به ندرت چیزی درباره مرا دوست داشت. این باور که من غیر قابل پذیرش هستم و به جایی تعلق ندارم بیشتر درباره خودش بود. من ارتباط خوبی با اشخاص زیادی داشتم. سنجش پیشینه را به کار ببرید. سنجش پیشینه روش قدرتمند برای بررسی و تفسیر مجدد بخش‌های زندگیتان است و در برخی موارد به شما در آشکار کردن خاطرات کمک می‌کند. وقتی جفری با خواهرش و نامزد او بیرون رفته بود، احساس خوشایند تعلق را فراموش کرده بود. سنجش پیشینه ممکن است به شما اجازه بدهد درباره خودتان یا دیگران هم احساسات مثبتی را انتقال دهید که به واسطه باور بنیادی منفی از بین رفتند. جفری قدردانیش را از لوئیس برای اینکه به وی اجازه داده بود برخی از احساسات پنهان شدهش را با او در میان بگذارد بیان کرد. وقتی آرلین برای اولین بار رفت تا با مادر بزرگش زندگی کند دوباره از محبت او برخوردار شد توقع نداشته باشید که سیاه را به سفید تبدیل کنید سنجش پیشینه طرح شده است تا به شما کمک کند به دنبال تجربه هایی باشید که باور بنیادیتان را از حالت بینهایت و افراطی به هیتهی راحتتر بکشاند. موضوع این نیست که باور بنیادی خود را خیلی زیاد رد کنید بلکه آن را به بخشهای دیگر تجربه گسترش دهید تا تصویر کاملتری از شما را به شکل واقع منعکس کند برای اینکه هر باور بنیادی با سنجش پیشینه بررسی شود سعی کنید آنچه را آموخته اید در عبارت جدیدی از باور بگنجانید در اینجا باورهای جدیدی آمده است که آرلین و جفری بعد از تمام کردن تمرین آنها را گسترش دادند آرلین اشخاص زیادی عاشق من هستند مادرم هرچه عشق و محبت داشت به من داد که کافی نبود جفری برای پدرم قابل پذیرش نبودم اما اشخاص زیادی در زندگیم دوستم داشتند و مرا میپذیرفتند من هنوز احساس ناراحتی می کردم. این بخشی از من است اما در این مرحله هیچ ربطی به روش ارتباطیم ندارد.